رانوت، هنرپیشه بالیوود، بار دیگر صدای خود را علیه خشونت بر زنان در هند بلند نمود. او در یک نشست مطبوعاتی گفت که به زنان باید این جرأت داده شود که در صورتی که عمل غلطی با آنها صورت می‌گیرد، بلند صحبت کنند. این هنرپیشه در گرده همایی در شهر دهلی جدید که روی هدف افزایش آگاهی عامه در مورد خدمات اجتماعی تدویر شده بود گفت که در هند شیوه تربیت یک دختر با یک پسر متفاوت است و این موضوع باعث می شود که اگر عمل بدی علیه یک زن صورت می گیرد او فکر کند که عادی است و علیه آن اعتراضی نکند. شما تفاوت در روش تربیت خود را با برادرتان حس نمی کنید، چون تمام زنانی که در اطراف شما زندگی می کنند این گونه بزرگ شدند و بیدار شدن به این واقعیت یک چالش بزرگ است و ما باید زنان را بیدار سازیم تا آن را متحمل نشوند. جنایات جنسی علیه دختران و زنان جوان در هند گسترده است و یکی از بزرگترین مشکلات رسیدگی به این معضله مدت زمان پروسه محاکمه این جرایم است. محاکمه این جرایم بین 5 تا 10 سال می تواند طول بکشد. در کشور ما هیچ کس نمی ترسد. آنها فکر می کنند که می توانند هر کاری را با هر زن انجام دهند و با آن کنار بیایند و سیستم قادر به انجام هیچ کاری با آنها نخواهد بود. با وجود موجودیت محکمه های سریع الاجرا در بخش جرایم علیه زنان، هند هنوز شمار اندکی از محکمه ها و سارونوال ها را برای نفوس 1.3 میلیارد نفری داراست. این در حالی است که فعالان مدنی در هند برای حل بحران خشونت های جنسی علیه زنان با تقدیر از زنان سنت شکن در این راستا میخای آخر را بر تابوت این تابو که در عمق جامعه هند ریشه دوانده میکوبند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.